فروش داخلی و صادراتی خود را به ما بسپارید. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مجتبی میرزاپور هستم و تو این فایل قصد دارم در مورد عراق و صادرات به عراق توضیحاتی رو خدمتون عرض کنم. ایران تو صادرات به کشورهای همسایه عملکرد نسبتاً خوبی داره و یکی از همسایه‌های ایران کشور عراقه. کشور عراق حدود 40 میلیون جمعیت داره، یعنی چیزی حدود نصف جمعیت ایران، و همونجور که میدونید بعد از سرنگونی صدام ایران و عراق تونستن روابط تجاری و دیپلماتیک خوبی رو با هم دیگه شروع بکنن. کشور عراق به دلیل داشتن شرایط اقلیمی خاصی که داره نیاز به واردات از کشورهای دیگه داره و به دلیل اینکه ایران همسایه کشور عراق محسوب میشه روابط تجاری خوبی رو با هم دیگه دارن. فرایند صادرات به کشور عراق به دلیل اینکه کشور عراق استانداردهای بالایی رو نداره به نسبت بقیه کشورها آسان‌تره و عراق یک کشور مصرف کننده است و حدود تقریبا بیش از 90% کالاهای مورد نیاز خودش رو داره وارد میکنه و اینها باعث شدن که کشور ایران سهم 24% از واردات کشور عراق رو بتونه به خودش اختصاص بده. از کالایی که ایران به کشور عراق صادر میکنه میشه به محصولات ساختمانی مثل گچ و سیمان و آجر، وسایل خانگی، مواد غذایی، ماشین آلات صنعتی، دستگاه‌های برقی، محصولات آهن و فولاد، محصولات پلاستیکی، مبلمان و سرویس خواب، محصولات بهداشتی و دارویی، پوشاک و محصولات نساجی اشاره کرد. همونطور که گفتم آب و هوا و اقلیم عراق امکان کشت بعضی از محصولات رو به کشاورزانش نمیده. محصولاتی مثل غلات، محصولاتی مثل سیفیجات و گوجه، خیار، سیب زمینی و هندوانه و فلفل دلمه‌ای که این باعث شده عراق وارد کننده محصولات کشاورزی بشه از کشوری مثل ایران و کشورهای همسایه خودش. ایران و عراق حدود 1450 کیلومتر مرز مشترک دارن و عمده صادرات ایران از مرزهای خسروی، مهران، باشماق، کرمانشاه و پیرانشهر وارد عراق میشه. در کنار ساده بودن صادرات به عراق به دلیل همسایه بودن و نداشتن استاندارد بالا، مسائلی هستن که ممکنه کار صادرات به عراق رو با مشکلاتی مواجه کنه. مشکلاتی مثل تنوع قومی و مذهبی که ممکنه کار رو برای اقلیت‌های دینی دیگه کمی سخت بکنه. کشور عراق به دلیل داشتن دولت فدرالی هر استانش ممکنه که دارای سیاست‌های خاص خودش باشه و این خودمختاری توی تمام استانهاش هست و وضع قوانین دلخواهی که دارن باعث این میشه که کار تجارت و کار صادرات به کشور عراق کمی با مشکل مواجه بشه. مشکل دیگه ای که توی کشور عراق ممکنه وجود داشته باشه ناآرامی هایی که بر اساس جنگ داخلی که تو اون کشور هست ممکنه باشه و این میتونه امنیت بار و کالاهایی که به کشور عراق صادر میشه رو با مشکل مواجه کنه. خب امیدوارم که از این فایل استفاده کامل رو برده باشید و تا آموزش های بعدی و فایل های بعدی خدا نگهدار.
آراد برندینگ، راهی به سوی ثروت.